درود بر همه بینندگان، شنوندگان و کاربران این برنامه. افتخار داریم در حضور خانم حقوقدان شیرین عبادی باشیم، برنده جایزه صلح نوبل، نخستین و تنها بانوی ایرانی که به دریافت این جایزه مفتخر شدند، و می‌خوایم که از اطلاعات ایشون استفاده بکنیم و درباره سازمان‌های حقوق بشر اطلاعاتی به دست بیاریم و ببینیم که این چگونه میتونه بر آینده ملت ایران تأثیر گذار باشه. درود به شما حقوقدان خانم شیرین عبادی. سلام به شما و همه کسانی که این برنامه رو میبینن. خانم عبادی، ما الان با یک فاجعه بزرگی در اوکراین روبرو هستیم. واکنش های بین المللی خیلی این بار جدی بوده و از تهاجم قلدری ابراز انزجار کردن، با ملت اوکراین ابراز همدردی کردن و سازمان‌های حقوق بشر هم در این زمینه بسیار فعال شدن. می‌خواهیم با استفاده از دانش و تجربیات شما ببینیم که این سازمان‌های حقوق بشر اصولاً چیستند و کیستند و چگونه میتونن به مردم ایران کمک کنند. مهمترین هاشون رو بیان بفرمایید. اجازه بدید بگم که عمر تأسیس سازمان‌های حقوق بشری در ایران خیلی به اصطلاح طولانی نیست عمر اینها. اولین سازمان مردم نهاد حقوق بشری در سال 1356، یعنی یک سال قبل از انقلاب تأسیس شد. یه عده‌ای بودن که از جمله به خاطرم می آید آقای مهندس بازرگان بود، دکتر لاهیجی بود، دکتر متین دفتری بود و آقای حاسب جوادی، اون که نویسنده بود، و چند نفر دیگه. اما در اون سال اگر به خاطرتون باشه، مسئله انقلاب ایران و سر و صداهای سیاسی خیلی بالا گرفت و اینا یه چندین بیانیه و اعلامیه در زمینه حقوق بشر صادر کردن. سال 57 به بعد که مهندس بازرگان هم وارد پست سیاسی شد، یعنی نخست وزیر شد، و هم بعد از مدت کوتاهی فضا بسته شد، در حقیقت این انجو هم دیگه کاملا تعطیل شد چون زمینه فعالیت واقعا اجازه نمیدادن و سالها حقوق بشر در ایران محجور موند بود و حتی در اثر پروپاگاندای حکومت حقوق بشر به صورت یک ضد ارزش بود. من به خاطرم هست در روزنامه های دولتی اوائل انقلاب وقتی که میخواستن به بنده فوش بدن، میگفتن ای فمینیست، ای طرفدار حقوق بشر غربی، و اینا رو به عنوان ناسزا به کار میبردن. و حقوق بشر بین عامه مردم طرفداری نداشت تا اینکه به تدریج بعد از اتمام جنگ و کمی بازتر شدن فضای سیاسی، من و سایرین توانستیم یواش یواش حرف حقوق بشر بزنیم و حرف از اینکه ما به عنوان انسان بودن و نه فقط به مناسبت دین خودمون یه حقوقی داریم، مخصوصا که در رژیم قبلی دولت ایران به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، یعنی کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی پیوسته بود که اینا بیس و پایه محکمی است برای حقوق بشر، و جمهوری اسلامی هم از اینا خارج نشد، یعنی به عبارت صحیح‌تر جرأت نکرد خارج بشه. خب این به ما یک شهامتی میداد که شما آمدید
این کنوانسیون ها رو قبول کردید، حالا چرا دارید علیهش رفتار میکنید؟ در اولین حرکتی که میتونم بگم در ایران صورت گرفت به صورت مردم نهاد و تدوین شده، انجمن حمایت از حقوق کودکان بود. چرا ما از من از کودکان شروع کردم؟ البته با من جز مؤسسین بودم با کمک عده‌ای از همفکران خودم، از جمله خانم صنعتی و همچنین همیاری یونیسف ایران. چرا از کودکان شروع کردیم؟ برای اینکه کودکان کمتر ایجاد حساسیت میکرد و ما توانستیم به همین دلیل اجازه تأسیس انجمن رو بگیریم. یعنی از اولش ما این میگفتیم که خب بین بچه ها تو فرق نذاری، خیلی خوبه بچه ها برن مدرسه، بچه رو کتک نزنین و حتی دولتی ها و مذهبی ها و اصولگره ها هم با این حرف ها موافق بودن، مسئله نداشتن، بودن بچه خب بچه هست دیگه، باید حمایت کرد. بعد از این که ما به تدریج بزرگ شدیم و توانستیم ثبت بشیم و سر صدای کردیم، اون موقع این مسائل رو مطرح کردیم که خب اگر همه بچه ها با هم برابرن، چرا اگر یک دختر 7 ساله با یک پسر 7 ساله دوتایی در خیابان برن زیر ماشین، دیه اون پسره 2 برابر اون دختر بچه هست، مگه فرقی داره؟ اگر بچه ها رو نبایستی کتک زد، چرا پدر حق داره بچهش رو بکشه؟ و مسئله از این گونه که در حقیقت ریشه های اصلی حقوق بشر بود. این انجمن ثبت شده بود و به هر حال به کار خودش، من سالها رئیس اون انجمنم بودم، بعضی که دیدم این انجمن به میزان کافی قوی شده و سر پاش توانسته بیسته، من با کمک چند وکیل دیگری کار دیگری انجام دادیم، کانون مدافع حقوق بشر رو درست کردیم. برای اینکه در اون زمان متوجه شدیم ادهی که برای دموکراسی و آزادی مبارزه میکنن احتیاج به وکیل دارن. اینا عمدتا آدمایی هستن که کم بنیه اقتصادی، پول ندارن وکیل بگیرن و مجبور میشن وکیل تسخیری، یعنی وکیلی که دولت براشون تعیین میکنه استفاده کنن. و خب اونم معلومه که اینا علیه دولت مبارزه میکنن که استبدادی، حالا وکیل میخواد بیاد از طرف دولت تعیین بشه که از اونا دفاع کنه، طبیعیه که به درد نمیخورد. پولم نداشتن که وکیل بگیرن. این بود که من که چند سال بود این کارو شروع کرده بودم، متوجه شدم غیر از منم 3-4 نفر دیگه هم هستن که این کارو میکنن، مجانی از متهمان سیاسی عقیدتی دفاع میکنن. ما آمدیم یه انجمن درست کردیم، هدف ما این بود که به کسانی که برای دموکراسی و آزادی مبارزه میکنن کمک کنیم. از چه طریق؟ از گرفتن، از قبول دعواشون بدون گرفتن پول، و همچنین اگر خانواده هاشون به مشکلی داشتن سعی میکنیم مشکل اینا رو برطرف کنیم. یعنی چی؟ یعنی پول مختصری در حد بودجه اندکی که داشتیم کمک میکردیم، و یا یه از همه مهمتر یه گروه پزشکان داشتیم که با ما کار میکردن و ما اینا رو به پزشکان معرفی میکردیم که اینا درمان رایگان رو قبول کرده بودن. یا مثلا اگر تولد بچه بود یه جمع شیرینی میخریدیم میوردیم خونه اونا. این باعث شد که توجه مردم جلب بشه، ضمن اینکه من با پولی که از جایزه نوبل برده بودم برای اینجا یک دفتر خریدم و اینو کاملا تشخیص کردم و ما تبدیل شدیم به یک پایگاه بزرگ حقوق بشری در ایران و نقطه امیدی برای مردم. و از اینجا بود و مخصوصا بعد از بردن جایزه نوبل، توجه مردم ایران به حقوق بشر و اینکه راه مبارزه درست با یک حکومت استبدادی خشونت نیست، زیرا که خشونت می‌آفریند، بلکه حقوق بشره. یعنی اون نقطه ضعف حکومت که دائما از اون میشه بهش مورد مؤاخذه قرارش داد، حقوق بشره. شما
حکومت جمهوری اسلامی ایران، حکومت کنوانسیون ها رو قبول کردید، چرا این کارا رو میکنه؟ این جواب بدید. این الان یه حرف منطقی و قانونیه، حتی بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی. این خوشبختانه این روش مورد پسند مردم هم قرار گرفت و الان مفتخرم بگویم که ما شاید 100 تا انجمن حقوق بشری داریم. البته در ایران اجازه فعالیت ندارن، زیرزمینی کار میکنن، ولی کن کار میکنن، خیلی هم فعالن و خارج از ایران هم خیلی زیاد داریم و در حقیقت پیروی از حقوق بشر شده تم اصلی مبارزه علیه یک حکومت استبدادی که حقوق انسان ها رو رعایت نمی کنه. بله، ما البته درباره میزان کاربری و سازمان های حقوق بشر داخل ایران و میزان مرزهای فعالیتشون دوباره از شما پرسش خواهیم کرد، ولی پیش از اون میخوام ببینم که اولا کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل چه هنگام تصویب شد؟ این کنوانسیون زمان رژیم گذشته، یعنی زمان شاه تصویب شد. و جمهوری اسلامی از این کنوانسیون خارج نشد و تعهداتش رو قبول کرد و ادامه داد. خانم عبادی، من دو تا سازمان حقوق بشر مشهور رو میشناسم، یکی امنستی اینترنشنال و یکی هم دیدبان حقوق بشر که مرکزش در نیویورکه. دیگه چه سازمان های بزرگ حقوق بشری هست که میشه از اونها نام برد و تأثیر و نفوذی دارن؟ ببینید، سازمان های بسیار متعددی هست. بله، من باید به شما بگم که حقوق بشر به تدریج به صورت تخصصی قسمت بندی شده. مثلا دیدبان حقوق بشر الان دیدبانی میکنه، یعنی گزارش تهیه میکنه. سازمان حقوق یعنی سازمان دیدبان حقوق بشر کمک مالی به کس، به هیچ کس نمیکنه، وکیل برای کسی تعیین نمیکنه. یا مثلا امنستی کار اساسیش همین تهیه گزارش مخصوصا در مورد زندانیان سیاسی شروع کرده بود، حالا گزارش حالا سرایت کرده به سایر مسائل، ولی یعنی عمدتا روی زندانیان سیاسی عقیدتی متمرکز هستن. در حالتی که حقوق بشر خیلی وسیع‌تر از ایناست، یعنی حقوق سیاسی اجتماعی مدنی، مدنی سیاسی اجتماعی اقتصادی، اینا تمام جزء حقوق بشره. وقتی که یک کشوری مثل ایران با سیاست‌های غلطی که در پیش گرفته که منجر به تحریم اقتصادی و فقر مردم شده، با اختلاس‌های کلان که منجر به فقر گسترده مردم ایران می شود، در حقیقت حقوق اقتصادی مردم ایران رو سد می زده. بنابراین اون تخصص، اون عده‌ای که برای مبارزه با فقر تلاش می کنن و یا برای که حقوق کارگران تلاش می کنن، اونها هم به نوعی فعال حقوق بشرن و در جهان مثلا میشه نام برد از پزشکان بدون مرز، اینها برای سلامت کار میکنن. و یا حتی چون اخیراً، یعنی اخیراً که هی به تدریج دامنه حقوق بشر گسترش پیدا کرده و سازمان ملل با در ارکانهای متناسب خودش بررسی میکنن و حقوق بشر رو اضافه کردن. از جمله وقتی که اعلامیه رو می‌نوشتن یا کنوانسیون ها رو تصویب می‌کردن، مسئله حفاظت زیست جزء حقوق بشر نبود، و حالا که بعداً اعلام کرد سازمان ملل که اینم جزء حقوق بشره. شما نمی‌توانید کارخونه درست کنید که فضای یک شهر رو کاملا آلوده بکنید، مردم رو از دسترسی به اکسیژن محروم بکنید،
و بعد اسمش هم بگذاری چاردیواری اختیاری. نه، این حقوق بشر بقیه مردم رو صد میزدید. و یا اینکه اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات جز حقوق بشره. پس بنابراین اینترنت هم، برخورداری از اینترنت هم جز حقوق بشر شده. هیچ کشوری حق نداره اینترنت رو قطع بکنه یا دسترسی رو محدود بکنه. این اطلاع مانع از اطلاع، مانع از دسترسی به اطلاعات آزاد برای مردم میشه. بنابراین دامنه حقوق بشر بسیار گسترده شده و در این گستردگی مؤسسات بسیار زیادی هم هستن که هر کدوم کار تخصصی خودشون رو میکنن. بله، جز این دو سازمانی که نام بردم دیگه چه سازمان هایی هستن که واقعا حرفشون قدرت داره و میتونن که در صحنه بین المللی کارساز باشن و از حقوق مردم کشورهای مختلف دفاع بکنن جز این دوتا؟ اجازه بدید که من از هیچ سازمان به خصوصی نام نبرم، برای اینکه اگر یک نامی از قلم بیفته اون وقت جفا میشه در حق سازمان. ضمن اینکه شما میفرمایید از حقوق مردم دفاع بکنن، اینا فقط حرف میزنن، یعنی حرف میزنن منظورم تحقیر اینا نیست. ابزار اینها مسائلی است که بیشتر به اطلاع رسانی و آگاه سازی و کمک های معنوی است. برای اینکه توجه داشته باشید سمت و سوی و مخاطب حقوق بشر حکومت ها هستند. خب حکومت باید قبول بکنه. به عنوان مثال، مثلا امنستی یه نفر که در آستانه اعدامه اکشن فوری میده، یه اقدامات فوری بکنین، این آدم ممکنه تا یک هفته دیگه اعدام بشه. سر صدا زیادی هم میشه، رسانه ها هم شروع میکنن به این کار، اما آیا مفید خواهد بود؟ از اون طرف حکومت ایرانه که بایستی ببینیم چه میزان عقب نشینی میکنه. ضمن این که توجه داشته باشید امنستی وقتی که یک بیانیه میده، یه بیانیه است، کاری نمیکنه. اون رسانه ها هستن که بلندگوی اون هستن. برای همینه من همیشه گفتم رسانه ها همکاران خوب مدافعین حقوق بشر هستن. بدون کمک رسانه ها صدای ما مدافعین حقوق بشر به جایی نمیرسه. بنابراین اگر میبینید صدای امنستی یا صدای هیومن رایتس واچ بلنده، نه به خاطر بلندی صداشونه، برای که میکروفون های زیادی رسانه ها در اختیار اونا قرار دادن. بله، اگر درست فهمیده باشم خانم عبادی، شما میفرمایید که این سازمان های حقوق بشر تأثیرشون بیشتر در جنجال به راه انداختن یا به عبارت مثبت‌تری آگاهی رساندن به مردم جهانه. از اینجا میخوام ازتون بپرسم که آیا دادگاه های بین المللی هم وجود داره که پشت سر این سازمان ها بیسته و از اتهامات و ادعاها و اعتراض هایی که مطرح میکنن پشتیبانی بکنه و عملا از نظر حقوقی به کمک مردم کشورهای مختلف بیاد؟ ببینید مسئله دادگاه ها برمیگرده به قوانین مسبب حقوق بین الملل. ما میدونیم که دو نوع دادگاه بین المللی برای حکومت ها هست. یکی ICC دیوان بین المللی کیفری که در سال 2000 اساسنامش نوشته شد، تعدادی از کشورها عضویت اون رو پذیرفتند. دولت ایران، روسیه، آمریکا، اسرائیل، چین، اینا هم نپذیرفتند. اما کشورهای اروپایی تماما پذیرفته، در
خاورمیانه فقط اردنه که پذیرفته. در مجموع فکر میکنم حدود 100 تا کشور، شاید قریب به 100 تا کشور پذیرفتن. در این دادگاه جرائم علیه بشریت قابل رسیدگی است، اما جرائمی که در کشورهایی ارتکاب شده باشد که اون کشورها عضویت رو پذیرفته باشد. بله. اگر کشوری عضویت ICC رو نپذیرفته باشه، برای اینکه در دادگاه بین المللی محاکمه بشه، یه راه حل دیگر هم داره و اون از طریق شورای امنیته. وقتی یک کشوری انقدر رفتارش زننده است که وجدان بین المللی رو ناراحت میکنه، این اختیار به شورای امنیت سازمان ملل متحد داده شده که کیس رو ارجاع بدن به دادگاه، که نمونه اون داستان عمر بشیر بود که مسئله سودان و نسل کشی آنچنان زیاد بود که این پرونده رفت به سودان رفت به ICC. نوع دیگر دادگاه بین‌المللی زمانی است که دولت، ولی عملا علیه عمر البشیر کاری انجام نشد، اون مون تا کودتای آمد و اون رو برکنار کردن. همینطوره. ببینید حقوق بین الملل هنوز به میزان کافی اونقدر قدرت پیدا نکرده که جلوی حاکمیت دولت ها رو بگیره. من مثال دیگری به شما بزنم. بفهمید. در برخی از موارد جرائمی اتفاق میفته در داخل کشورها که قابل رسیدگی نیست، یعنی عملا نمیشود کاری کرد، روی کاغذ میشه اما عملا قابل رسیدگی نیست. چون الان شما از کشور اسرائیل صحبت میکنید و من از ایران، اجازه بدید از واقعی که در آرژانتین اتفاق افتاد و خانه قانون یهودیان به اسم آمیا رسیدگی کردن، معلوم شد که متاسفانه دولت ایران دست داشته. چندین و چند ساله که این پرونده به درازا کشیده شده، چرا چرا نمیره؟ برای اینکه دولت ایران بسی همکاری کنه و از اون طرف هم دولت آرژانتین بسی به میزان کافی همکاری بکنه که عدالت اجرا بشه. اما الان میبینیم تا الان، یعنی شاید نزدیک 20 ساله که اتفاق افتاده، هنوز عدالت اجرا نشده. از بنابراین اگر منظور شما این است که 100% در عرصه بین المللی میتوان شاهد اجرای عدالت باشیم، صادقانه باید بگیم که روی کاغذ بله، در عمل نه. علتش هم قدرتمداران و زورمندان سیاسیه. بنابراین اما یک جای امیدواری هست و اون این که برای برطرف کردن این نقصه یک فکر دیگری اندیشیدم و اون این است که برخی از دولت ها که واقعا به اجرای عدالت پایبندن، قبول کردن اصل صلاحیت عدالت جهانی رو. صلاحیت عدالت جهانی این است که البته یک کشور باید در داخل قوانین خودش قبول کرده باشه، و اون اصل این است که اگر کسی متهم به ارتکاب جنایتی باشه که وجدان بشری رو
آزرده میکنه، جنایت علیه بشریت باشه، مثلا شکنجه، مثلا کشتار، و متهم در خاک اون کشور پیدا بشه، قابل دستگیریه و قابل مجازاته. یعنی اصل درون مرزی بودن قوانین کیفری در این مورد جاری نمیشه. مثالش یک مورد محاکمه است که الان در جریان در سوئد. یکی از دادیاران و شکنجگران جمهوری اسلامی ایران به نام حمید نوری که در دهه 80 میلادی در ایران مرتکب جنایاتی شده بود، موقع ورود به سوئد دستگیر شد. الان دارن محاکمش میکنن. بنگ سوئد این قانون رو داره، اما خیلی از کشورها این چنین اصلی رو ندارن. یا اگر به خاطرتون باشه پینوشه چرا دستگیر شد؟ روی همین اصل دستگیر شد. و اینها به تدریج یک چیزی رو نشون میده، با اون این است که جهان داره به سوی عدالت بیشتر حرکت میکنه. ما هی داریم سعی میکنیم نواقص عدالت بین المللی رو برطرف بکنیم و اون عدالت رو جهان شمول بکنیم. بله خانم عبادی، یکم من مایوس شدم. ببینید از شما پرسیدم که چه انتظاری و کمکی رو میشه از سازمان‌های جهانی حقوق بشر داشت. پاسخ شما این بود که اگر منظور داخل کشور، سرکوبشون میکنن، نمیذارن که به کسی کمک بکنن. اگر منظورتون برون مرز و سازمان‌های بین‌المللی است مثل امنستی اینترنشنال و دیدبان حقوق بشر، اونها هم تنها کاری که میتونن بکنن به راه انداختن جنجال یا به عبارت مثبت‌ترش اطلاع رسانیه. و از راجع به دیوانهای بین المللی پرسیدم، گفتین اونا هم امکاناتشون بسیار کمه، برخی کشورها اصلا عضوش نیستن. پس مردم جهان عدالت رو در کجا میتونن جستجو بکنن؟ مردم اوکراین جز جنبه جنگی قضیه به کی میتونن پناه ببرن و بگن که اینجا داره جنایات جنگی رخ میده، حقوق بشر پایمال میشه، انسانیت رو دارن میکشن و به ما کمک کنید؟ بفرمایید. خب ببینید، شما نیمه خالی لیوان رو دیدید. بله بله. نیمه پلش این است که در اثر همین گونه جنجال ها و یا اطلاع رسانی ها وجدان بین المللی به عذاب آمده و این راه حل ها رو پیدا کرده. این به تدریج داریم تکمیل می شویم. شما جهان امروز رو از جهت عدالت بین المللی نگاه کنید با اوائل قرن 20، یک سال قبل، خیلی هم دور نیست. آیا راهی جلو آمدیم یا خیر؟ این راهی هم که جلو آمدیم به خاطر همون سر و صدا هاست، به خاطر همون مدافعان حقوق بشره در داخل و در خارج از کشورها. و الان واقعا بیان جز مردم اوکراین یه مردم دیگری هم وجود دارن که بسیار بسیار نیاز به کمک و پشتیبانی دارن و اونها مردم ایران هستن. تا چه حد میتونن این مردم بیکس و تنها، حتی میتونم بگم که اون حمایت بین المللی که ما انتظار داشتیم ازشون انجام نمیشه، این مردم چطوری میتونن از سازمانهای موجود و از امکاناتی که امکانات بین المللی و کنوانسیون ها بهره بگیرن و در برابر حکومت بایستن؟ چگونه میشه؟ خب من یک نمونهش رو به شما گفتم، حمید نوری. این آدم سالها قبل مرتکب جنایت شده بود و هرگز هم حکومت ایران فکر نمیکرد که یه چنین اتفاقی ممکنه براش بیفته. مثلا 30 ساله که اون داستان تموم شده و فکر میکردن، اما اینطور نیست. و این
دادگاه برای ما با ارزش از این جهت که خواب راحت رو از چشم جنایت گرفته و هزینه همکاری با حکومت رو برای همکارانش بالا برده. یعنی اون قضاتی که الان اونجا نشستن به راحتی حکم اعدام میدهن، اون فرماندهان ارتشی که راحت دستور شلیک به هواپیما رو، به هواپیمای مسافرتی اوکراین رو دادن و همه رو به خاک خون کشیدن، اون سرداران بیرحمی که در آبان 98 دستور کشتار مردم رو دادن، بدانند در امان نیستند. روزگار به امروز و جهان به ایران ختم نمیشه. و از سوی دیگر ما مدافعان حقوق بشر از کشورهایی که خودشون رو طرفدار حقوق بشر معرفی میکنن و مدعی طرفداری از حقوق بشر هستن درخواست داریم مدارا نکنید با کسانی که اینچنین به مردم ایران ستم کردن. همین الان که من با شما صحبت میکنم، تعدادی از افرادی که در سنین کمتر از 18 سال مرتکب جرم شدن، اینا حکم اعدام گرفتن و در صف مرگ ایستادن. دولت ایران با کنوانسیون حقوق کودک پیوسته حق نداره اینا رو اعدام کنه، وگرنه حکم اعدامشون صادر شده. یونیسف کجایی؟ یه اعتراض خشک خالی کافی نیست برای یک بار. حداقل ماهی یک بار این اعتراضتون رو تکرار کنید. ما از مردم آزاد جهان درخواست میکنیم به دولتاتون فشار بیارید که پای قراردادهای تجاری فقط به منافع اقتصادی خودتون فکر نکنید، به حقوق بشر هم فکر کنید. الان ببینید شرایط ایران داره روز به روز بدتر میشه از جهت حقوق بشر. چرا؟ برای اینکه دنیا براش یه چیز مهمه و اون مسئله هسته ایرانه. همه حواس ها سال هاست که صرف این مسئله شده که دولت ایران غنی‌سازی رو ادامه بده یا ادامه نده، با چه شرایطی ادامه بدهد، تحریم بکنیم نکنیم، و همه یادشون رفته که زندانیان ما در چه شرایطی هستن. زندانیان سیاسی، در زنان سیاسی که در زندان قرچک هستن، حتی آب آشامیدنی ندارن، مجبورن آب رو بخرن. گرمایش و سرمایش و زندان نیست و بسیاری از زندان‌های دیگه. آیا دنیا یادش هست؟ دنیا یادش هست که ما پارسال چند تا بچه اعدام کردیم؟ نه، همه دارن فکر نمی کنن که اگر دولت ایران بمب اتمی داشته باشه ما چقدر امنیت خودمون به خطر میفته. حالا امنیت مردم ایران سر جای خودش به خودش را مربوطه. حالا اعتراض من و سایر مدافعان حقوق بشر دقیقا همینه. حقوق بشر جهان شموله، اگه برای شما خوبه برای ما هم خوبه. بنابراین همه چیز رو فدای منافع اقتصادی نکنید. بله، این هشدار شما هشدار کاملا به جایز خانم عبادی. احساس میکنم که حکومت ایران میخواد هر گونه اقدام مستقل مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری رو سرکوب بکنه و اونا رو در اختیار حکومت قرار بده. کانون وکلا، وکیلان مستقل و غیره و غیره. بالاخره چه خواهد شد خانم عبادی؟ روز به روز بر میزان نارضایتی مردم افزوده شده. اگر سال 57
بیش از 90% مردم ایران گفتن جمهوری اسلامی میخواهیم. امسال اگر یک رفراندوم آزاد صورت بگیره امکان نداره، امکان نداره بیش از 10% مردم به جمهوری اسلامی رای بدن، و اونها هم کسانی هستن که منتفع هم. نفعشون در بقای این حکومت، مردم عادی نه. نمونش هم تظاهرات همه روزه اقسام مختلف مردم هست، از قشرهای مختلف، صنوف مختلف، که میان تو خیابون اعتراض خودشون اعلام بکنن. زن و معلم ها، دانشجو ها، مال باختگان، کشاورزا، هر بار هم سرکوب میشوند، اما بازم میان، بازم اعتراض دارن، برای اینکه چاره ای ندارن دیگه. حکومت ایران برای کسی راه چاره ای باقی نداشته. در نتیجه همینه، روز به روز نارضایتی بیشتر میشه و این نارضایتی باعث میشود که روزی این جامعه از درون بپرسه. فروپاشی سیاسی اینجا اتفاق میفته که مردمی از حکومت اینچنین فاصله میگیرن. خانم وبادی، دو دقیقه به پایان وقت باقی مونده و میخوام بپرسم، میتونین جواب ندین، بپرسم که بالاخره آینده ملت ایران چه خواهد شد؟ ملت تا چه حد میتونه نسبت به آینده خودش امیدوار باشه، یا کار از کار گذشته و هیچ امیدی جز یأس و نومیدی و ترخامی وجود نداره؟ بفرمایید. ایران پتانسیل های بسیار خوبی برای آینده روشن داره، اما آینده روشن با این جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. من با فرد کار ندارم، اسم کسی برای من مهم نیست، حتی اسم یه حکومت هم برای من مهم نیست. اون چیزی که مهمه، مردم ایران میخواهند یک حکومت سکولار و دموکراته. این هر حکومتی که ما داشته باشیم این خصلت رو داشته باشه، یعنی هم سکولار باشه و هم دموکرات، مسلم بدانیم پتانسیل های بسیار خوبی ایران داره، هم از جهت جمعیت، از جهت ذخایر، از جهت دانش، که خیلی راحت میتواند دو مرتبه سرپا بشه و ایران ققنوسی است که دو مرتبه بلند خواهد شد. بله من قبول دارم، ولی انقدر سرکوب شدید هست که آیا به ملت ایران امکان خواهد داد که به پا بیستن، مقاومت کنن، مبارزه بکنن، از امکانات بین‌المللی بهره بگیرن و به از هم پاشیده شده این حکومتی که میگوید در حال پوسیدن هست اون رو شتاب ببخشن؟ آیا چنین امیدی میتونه وجود داشته باشه؟ جواب شما کاملا بدیهیه. نگاه کنید به معلمینی که الان تو خیابونن، چقدر معلمین زندان کردن، بازم میان. چند سال اینا دارن مبارزه میکنن، بیش از 10 سال دارن مبارزه میکنن و از یک سال قبل دیدن که نامه نگاری و ملاقات با وزیر و سفیر و اینا فایده نداره، اومدن تو خیابون. هی کتک کاری میشه، یه دهی زندان میرن، حبسای سنگین هم میگیرن، شکنجه هم میشن، اما باز بقیه میان. این یعنی چی؟ یعنی این است که مردم ایران تا اون چه که میخواهن به دست نیارن از پا نمینشینن. فقط معلمان هم نیستن، دانشجوها رو نگاه کنید، زنها رو نگاه کنید. برای یه مسئله که به نظر شما و دنیا ممکنه خیلی ساده باشه، یعنی ورزشگاه رفتن، دیدن ورزش، انقدر پافشاری کردن تا بالاخره حکومت جمهوری
اسلامی رو مجبور کردن یه ذره فضا رو باز کنه. اما بینم قانع نیستن ها، باید باز ادامه داره تا اینکه کاملا وادار به عقب نشینی میکنن. مثلا یه جا با نگاه کنین، اول انقلاب حکومت میگفت باید روسری تا از اینجا باشه، مبادا یک تارمو بیرون باشه که زمین آسمان آتش میگیرد. حالا شما ببینید خیابونای تهران، ببینید در سر پافشاری زنها همون روسری چقدر عقب رفته. من به شما قول میدم یه سال دیگه اون یه ذره هم برمیدارم، مردم ایران پیروز میشن. من به شما قول 100% میدم ایران دو مرتبه سرپا میشه. پتانسیل های فوق‌العاده خوبی داریم. ما زمانی نگین خاورمیانه بودیم، باز هم میتونیم نگین خاورمیانه باشیم. بهوردن خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، بسیار بسیار سپاسگزارم و خیلی سپاسگزارم که این امید رو شما به مردم ایران میدید و امید داشته باشیم که هر چه زودتر به هدف خودشون برسن. دوباره تشکر میکنم. متشکرم از اینکه این فرصت رو به من دادی، سپاسگزارم. خواهش میکنم.